مجلس و مازوت دو عامل آلودگی هوا چگونه؟ علت بحران آلودگی هوا فقط به خاطر استفاده از مازوت نیست. عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. از جمله مدیریت غلط و ناکارآمدی نهادهایی که باید با آن مقابله کنند. یک قلم در بودجه 35% از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست اختصاص یافته بود. اما نمایندگان مجلس در مهر ماه فوریت طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن تمام عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری ها می رسد. و حالا محیط زیست که مسئول رفع آلایندگی است می گوید پول ندارم و شهرداری که این پول به او می رسد می گوید مسئول رفع آلایندگی نیستم. منطقی هم که نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح ارائه دادند در هیچ جا جز این حاکمیت ضد مردمی نمی گنجد. آنها می گویند چون شهرداری ها نمی توانند حقوق کارکنان خود را بپردازند، پس پولی که برای محیط زیست اختصاص یافته بود باید به شهرداری ها داده شود. یعنی این نظام برای تأمین کسری بودجه خود و حتی برای پرداخت نصف و نیمه پول کارگران زحمتکش شهرداری هم از جیب همین مردم خرج می کند، در حالی که میلیاردها دلار خرج تروریست هایش در منطقه می کند. این از چرخه یک نظام فاسد که نیروگاه هایش هوا را آلوده می کنند و مجلسش با عدم تخصیص بودجه بر تشدید این وضعیت کمک می کند. محصول این سیاست جنایتکارانه مرگ سالانه 40,000 نفر بر اثر آلودگی هواست که بیش از تلفات جنگ ضد میهنی با عراق است. بنابراین راه حل نه در تخصیص بودجه بلکه در انهدام تمامیت این نظام ضد مردمی است.